درود بر شما همراهان کانال خبرچین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. سپاس. آمریکا میدونه رژیم آخوندی راهی نداره و سقوط میکنه و منتظره با جانشین اون مذاکره کنه. آمریکا پذیرش پیشنهاد محمد جواد ظریف رو بسیار زود هنگام خواند که با میانجیگری اروپا خواستار بازگشت همزمان تهران و واشنگتن به برجام شده. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این باره گفت که دولت جو بایدن پیش از گفتگوی مستقیم با رهبران ایران و پذیرش احتمالی پیشنهاد آنان با متحدان و شرکای خود و همچنین با کنگره آمریکا مشورت می‌کند. مضاف بر اینکه آمریکا همچنان بازگشت کامل ایران به برجام را پیش شرط بازگشت خود به این توافق برای آغاز گفتگوهای تازه درباره موشک‌ها و رفتار ایران در منطقه می‌داند. تغییر موضع محمد جواد ظریف چه معنایی دارد؟ آیا او موضع تغییر یافته خود یا دولت روحانی رو بیان کرده یا موضوع نظام یعنی رهبر حکومت اسلامی ایران خامنه ای را؟ پاسخ آمریکا به این تحول گویای چیست؟ همه شواهد گواهی می دهند که قدرت در ایران تهنشین شده و مؤلفه های آن در حال خارج شدن از کنترل حاکمانه. به خاطر داریم که خامنه ای در یکی از آخرین نطق‌های خود تأکید کرد که تحریم‌ها هرچه سریع‌تر باید برداشته بشه، چون او از دامنه ورشکستگی اقتصادی و مالی کشور به خوبی آگاهه و میدونه که این ورشکستگی عاقبت کار دست او میده. به اعتراف محمد باقر نوبخت، دولت حتی به زحمت توانایی پرداخت به موقع دستمزد کارکنان خودشو داره، چه برسه به جامعه که با وجود بحران‌های کمرشکن به حال خود رها شده. بنابراین نظام ایران به شدت محتاجه که تحریم‌ها برداشته بشه، به ویژه اینکه انتخابات نیز در پیش روست. به رغم ادعاهای حسن روحانی یا سایر مقامات ایران که میگن تحریم‌ها شکست خورده یا آنان کشور را با وجود فشار تحریم‌ها اداره می‌کنند، همکنون اعتصاب‌های کارگران، حقوق بگیران و بازنشستگان، پرستاران و معلمان و اعتراض‌های مالباختگان بورس در اقصی نقاط کشور جریان دارد. حکومت احساس می‌کند که اوضاع داخلی در حال متلاشی شدنه و مردم در آستانه یک خیزش ملی هستند. این رو هم خامنه ای میدونه هم غربی ها، و یکی از دلایلی که اتفاقا غربی ها و در رأسشون آمریکا برای آغاز مذاکره با ایران از خود تعلل نشون میدن اینه که اونا میدونن که به زودی از زیر پوست جامعه تحولی بزرگ سر برخواهد آورد. به رغم وخامت اوضاع، هیچ یک از رهبران ایران به ویژه خامنه ای شهامت تغییر رفتار و رویه رو ندارن، و حتی اگر فرض کنیم که اونا توانایی تغییر رفتار رو داشتن، نمیدونستن که در صورت تغییر رویه چگونه پاسخ طرفداران خودشون و اکثریت بزرگ مردم معترض کشور رو بدن که در نتیجه رفتارها و تصمیمای اونا دچار این همه زیان و هزاران میلیارد دلار خسارت شدن. مثل هر چیز دیگه‌ای، مصالحه هم زمان خاص خودشو داره، همونطور که اصلاحات هم زمان خاص خود را می‌خواست و بی‌اعتباری امروز اون در اون نهفته است که همانند مصالحه به موقع اجرا و متحقق نشد. پس میشه نتیجه گرفت که حکومت ایران راهی نداره و هر کار بکنه سقوط میکنه و مردم در هر حال قدرت رو از حکومت و آخوند میگیرن. آمریکایی‌ها هم میدونن که تحولاتی در ایران در حال روی دادنه و اونا نیز منتظرن به جای حکومت اسلامی با جانشین اون وارد گفتگو بشن. از این گذشته اگر آمریکایی‌ها عجله‌ای برای آغاز مذاکره از خودشون نشون نمیدن، یکی از دلایل اون اینه که اونا میدونن که آن که دچار مشکل است حکومت ایرانه نه آمریکا، و اون که باید امتیاز بده باز هم حکومت اسلامیه نه آمریکا. افزون بر این، در 4 سال گذشته اتفاقات مهمی رخ داده، از جمله عادی شدن مناسبات اسرائیل با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
که کل معادلات مربوط به ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده. جمهوری اسلامی که اسرائیل رو دشمن خود تلقی و تعریف کرده، حتی ندونسته با این دشمن فرضی چگونه برخورد کنه و در عوض هر چه کرده به سود اسرائیل و وحدت این کشور با کشورهای عرب منطقه علیه حکومت اسلامی ایران تمام شده. حکومت اسلامی درباره قدرت موشکیش داد سخن میده، اما داشتن و تهدید موشک کدام یک از مشکلات اصلی کشور و حکومت رو حل میکنه وقتی که کل نظام با ورشکستگی مالی و اقتصادی روبروه، وقتی که ارزش پول ملی به 1/4 کاهش یافته، وقتی که حکومت از حقانیت و حمایت مردم بی بهره است، 95% مردم ایران طالب سقوط نظام اسلامی و ایجاد یک نظام دموکراتیک سکولار و مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر هست. جو بایدن حتی اگر میخواست نمیتونست تحریم‌های ترامپ رو یک شبه از بالای سر ایران برداره، زیرا بنیاد و توجیه تمام این تحریم‌ها مقابله با حمایت حکومت ایران از اسلامگرایان شیعه است و لاجرم برچیدن تحریم‌ها نیازمند اونه که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت حامی اسلامگرایان شیعه شناخته نشه. در واقع میتوان گفت که تغییر موضع محمد جواد ظریف تغییر موضع خود خامنه‌ایه، چرا که او از آغاز خواستار برچیده شدن اونها بوده و گفت که بازگشت بایدن به برجام بدون رفع تحریم ها به زیان جمهوری اسلامیه و اگه او چنین استدلال میکنه علتش اینه که از وخامت اوضاع و تبعات خطرناک اون خوب آگاهه. از اینها گذشته خود جواد ظریف نیز اخیراً اعتراف کرد که او فقط سخنگوی مواضع نظامه، حتی اگه با اونها مخالف باشه. بنابراین جو بایدن نه میتونه نه میخواد که تحریم‌های دوره ترامپ رو علیه ایران برداره، زیرا این تحریم‌ها در چارچوب منافع ملی آمریکا تعریف و وضع شده. مهمتر از اون، جو بایدن در سیانت از ابزار تحریم ها از مزیت مهمی برخورداره که دولت ترامپ از اون بی‌بهره بود. جو بایدن قادره حول ابزار تحریم ها یک اجماع و ائتلاف جهانی ایجاد کنه، زیرا به همکاری با متحدان آمریکا پایبنده، در حالی که دولت ترامپ حتی نتونست برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل در شورای امنیت حمایت متحدان سنتی آمریکا یعنی کشورهای اروپایی رو به دست بیاره. در واقع با آمدن بایدن نه فقط وضع برای جمهوری اسلامی بهتر نشده، بلکه شاید بدتر نیز شده باشه. سپاس که کانال خبرچین رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.